وقت شب خیر و درود به همه دوستان عزیز. مشی سخن هستم در کنار دوستان عزیزم سروران گرامی آقای مهران عالی‌پور و آقای مهران سفریان با یک برنامه زندگی و ورزش که سه شنبه شب از ساعت 8 به وقت لس آنجلس برای دوستان پخش می‌کنیم. این برنامه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب الان پخش میشه. دوستان میتونن زنده اینو نگاه کنن و فردا بازبخش برنامه از طریق GLVs کانال 198 که اکثر ایرانیان توی آمریکا و کانادا اینو دارن میتونن تماشا کنن و همچنین از طریق ساتلایت و دیش توی همه خاورمیانه، آسیا، ایران خودمون، ازبکستان، افغانستان و هر جا که ایرانی هست دوستان میتونن اینو نگاه کنن. دوستان عزیز، آقای مهران عالی‌پور، آقای مهران سفریان، خوش اومدین برنامه خودتون. خواهش می‌کنم. منم سلام می‌کنم به همه شما بینندگان و شنوندگان خوب برنامه در هر کجایی که تصویر ما رو می‌بینید، صدای ما رو می‌شنوید. امیدوارم مثل هفته‌های پیش خوب و خوش و شاد باشید. حتی اینکه خب این روزا حال هوای ایرانی‌ها زیاد خوب نیست و نمیشه کسی رو به شادی و شوق نسبت داد. همه در فکر ایران هستیم و همه نگران اوضاع ایران هستیم. امیدواریم که هرچه سریع‌تر و هرچه زودتر این اوضاع بهتر و بهتر بشه. در خدمت شما هستم. منم به نوبه خودم با سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگان، مخاطبان و اهالی وادی ورزش و ارزش بهترینا رو برای تمام عزیزان آرزو میکنم و با امید و آرزوی روزی که ایران رو آباد و آزاد رو بتونیم ببینیم. آمین. با امید خدا برای همه دنیا صلح و صفا آرزومندیم، مثلا ایران خودمان. ببینیم تو دنیا چه خبره. ما سعی میکنیم که فقط هم که بارها گفتیم اینجا اینفورمیشن و اطلاعات ندیم. گوگل پر اطلاعات، دوستان میتونن ولی از نکات تکنیکی استادان عزیز آقای مهران عالی‌پور، آقای مهران سفریان استفاده میکنیم. سعی میکنیم نکات مثبت و اون چیزایی که احتیاج به ترمیم داره تو ایران خودمون، فوتبال، بسکتبال، با اون امکانات کمی که داریم بررسی کنیم و هدف فقط اینه که مثبت بیندیشیم و بتونیم یه کمی از درد جامعه کمتر کنیم، لحظات خوبی کنار هم باشیم و لابلای ورزش بتونیم درسای زندگی هم یاد بگیریم. چون اسم برنامه خیلی قشنگه، اسپورت اند لایف، فقط ورزش نیست، ورزش یه قسمتی از زندگیه ولی زندگی رو فراموش نکنیم و که زندگی بر کام همه شیرین باشه. بله، دنیا در حال گذراندن اتفاقات بسیاری از ورزشی و سیاسی و اقتصادی همینجوره در حال نوسانه. اینجا هم که بنزین هر روز بالاتر میره، نمیتونیم چیگاه کنم. امریکا رو نمیدونم، مثلا امریکا هم بنزین گرون شده ولی اینجا که روزانه داره بالا میره. بعد از طرفی هم خب ورزش هم خب هم فوتبال هم والیبال هم بسکتبال در دنیای ورزش خبرهای زیادی هست که حالا قطعا توی این برنامهش میپردازیم و مثل هفته‌های پیش بازم یه مهمان عزیز و نازنین داریم که حالا در دیگه به ما میپیوندن و باید بگیم که هم در فوتبال هم در والیبال ایرانیا بازی‌های خوبی رو داشتن امروز، البته نه بر فوتبال، در والیبال، ولی متاسفانه باز هم که امیدمون تا زیر 20 سالمون بازم موفق نشد که راه پیدا کنه به حالا مرحله بالاتر در مسابقات آسیایی. حالا المپیکش کار نداریم ولی به هر صورت تیم آقای مهدوی‌کیا نتونست نتیجه بگیره و ما قبلا نگران تیم‌های عربی بودیم، حالا دیگه نگران تیم‌های ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان، همین دوروریای کشورمون در اون بالای دریای خزر باشیم. بچه‌ها که می‌پرسین به اشاره عالی‌پور هم قطعاً صحبتایی دارن که دنبال برنامه رو ببینیم. بله مهران جان، درستی فرمایید. برادر، عالم ورزش هفته خیلی به هر حال بیزی بود، مردم، هواداران، دوستداران و هنوز هم ادامه داره، به خصوص این لیگ ملت‌های اروپا هم که الان شروع شده. یعنی می‌بینید چه تیم‌هایی، همین امروز هم انگلیس بازی داشت با آلمان که مساوی کردن و ایتالیا مجارستان رو برد، مجارستان شگفتی آفرید و چند روز پیش انگلیس رو برد و یا هلند شگفتی آفرید 4-1 بلژیک رو برد. بازیکنانشون نبودن اما به هر حال اینا در مسیر آماده سازی تیم‌ها هم از لحاظ افزایش سرمایه و هم آمادگی برای مسابقات جام جهانی در پیش روه. ولی خب ما متاسفانه تیم ملی فوتبال ایران خیلی زود هنگام صعود کرد و اما بازی‌های تدارکاتیش یک به یک داره که به حال کنسل میشه و قراره در 22 خرداد در قطر بازی دوستانه مثل که با تیم الجزیره الجزایر داشته باشه که الجزایر هم ریاض مرز و یه سری از ستارگانشون
متاسفانه نیستن. و اینم که تیم ایران در قطر اردو داره به خاطر اینکه مجانیه، وگرنه تو هوای گرم بالای 43 درجه مجبورن اردو بزنن. اما به قول یکی از دوستان که دست اندر کار این کاراست و ایجنت به هر حال مچا مسابقه ها رو میذارن، شرکت بزرگی هم داره در خارج از ایران، گفته بود به من که اینا تمام مراحل بعد از اینکه تیم ملی صعود کرده بود، صعود پیشنگام، فرصت داشتن تا بتونن یه بازیای دوستانه با برزیل و شیلی و غنا بذارن در قطر و امارات و ابوظبی، که متاسفانه فدراسیون فوتبال اون موقعی که به قول بختیاری ها صاحب خدا داشت، اون موقعی که کسایی که بالا سرشون بودن به هر حال کسی نبود، الان که دیگه چه بگیم، مکاتبات اصلا انجام نشد، ولی گویا بازی با داخل گفتن قولی که دادن از الان تو سپتامبر با کاستاریکا بازی خواهند کرد. و کاستاریکا هم که میدونید یکی از تیماییه که با نیوزلند بازی داره جهت انتخاب کوالیفای شدن برای جام جهانی، و امروز در این راستا هم جام جهانی استرالیا امارات برد و 13 جون با پرو بازی میکنه. ولز هم که مشخص شد در گروه ماسیه، ولز هم اوکراین برد. بله، ولز هم که اوکراین اسکاتلند 3-1 زده بود، بعد ولز اومد در یک روز بارانی در یک مسابقه خیلی نزدیک تونست با بعد از 64 سال با پیروزی و گل خودی هم بود، ولی 64 سال بتونه به ولز بتونه که تیم خوب اوکراین رو شکست بده. و میدونیم که این کشور 3.5 میلیونی بعد از 64 سال با وجود ستارگانی که داره مثل گرت بل، آرون رمزی، دانیل جیمز و امپادو، و به خصوص در اون روز دروازه‌بانشون هنسی که اسم خوبی هم داره، ایشون تونست بسیار به رسید، اصلا واقعا منافت مچ بود. بله واقعا، آره، و واقعا میگم این تیم اوکراین تیم خوبی بود. و جالبه که ایران الان با تیم‌های انگلیسی زبان در گروهش است و ایران تنها با تیم ولز یک بازی دوستانه جهت دیارای تدارکاتی سال 1978 جام جهانی داشت در تهران، و این تصویر رو که یاد جان تازه میبخشه به اون تاریخ، ایران یک هیچ شکست خورد با گل 76 که خوردن. و جالبه مهران جان، در اون موقع استادیوم از آریامر اون موقع آزادی امروزی نزدیک 60,000 جمعیت اومده بودن که فقط این بازی دوستانه رو از نزدیک نگاه کنن، ببینن اون موقع ما با چه تیمایی بازی میکردیم. اما الان متاسفانه هیچ بازی تا حالا انجام نشده، و اگه با تیم الجزایر هم انجام بشه میگن تیم دوم الجزایر، و از لحاظ استایل فوتبال اصلا من فکر نمیکنم چه ضرورتی داره که الجزایر تو گروه با ایران با هم بازی بکنن، چون حریفی ما نداریم که استایل فوتبالشون مثل الجزایر باشه. فقط به خاطر اینکه خب الجزایر یه زمان انقلاب شده، حالا ما هم اینا هم میگن انقلاب شده، ما هم انقلابی هستیم، اونا هم اینا رو قبول دارن، اینا هم اونا رو قبول دارن، ولی وقتی میخوان مقایسه که نمیشه کرد اون بازی دوستانه اون موقع ایران با نه تنها با ولز که با آرژانتین، با فرانسه، با تیم شوروی سابق اون موقع، با یوگسلاوی، با تیم‌های معروف دنیا بازی می‌کرد، و بازی تدارکاتیش اون بازی‌ها بودن. و حالا نگاه می‌کنیم که هیچ حریفی برای ما پیدا نمیشه که بخواد با ایران بازی کنه، نه که ایران دوست داشته با نمونه، اونا نمی‌خوان با ایران بازی کنن. و می‌بینیم که متأسفانه کار به جایی رسیده که در استادیومی که اصلا آزادی توش نیست میان ادای آزادی رو در میارن، و در حالی که خانم‌ها رو به استادیوم راه نمی‌دن برای کارهای خودشون، زن و مرد رو در کنار هم دیگه قرار میدن و شعار سلام تهمانده میخونن و سلام پسوانده میخونن، بعدش هم میگن که حالا برای بازی تدارکاتی حریفی پیدا نمیشه. ولی به اصل وقتی نگاه میکنیم که بچه‌های فوتبال ما که واقعا شایستگی دارن که خیلی به مدارج بالای فوتبال هم برسن و تیمای خوب هم بازی کنن، با این ندارم کاری مسئولین فدراسیون فوتبال ما عمرشون داره هدر میده، و باید در بهترین سالهای عمرشون که واقعا برای آینده خودشون یک اسمی و افتخاری برای کشورشون کسب کنن،
همینجور هاجواج موندن. تیم های معروف دنیا رو می‌بینیم الان در کوران مسابقات هستن، همین انگلیس نگاه کنید در همین جام ملت‌های اروپا چند تا بازی می‌کنه، تیم های دیگه در جام جهانی هستن ببین چند تا بازی می‌کنن تو همین لیگ ملت‌های اروپا، و اینا همه دیدارهای تدارکاتی آمادگی براش حساب میشه. درسته که لیگ حساب میاد لیگ ملت‌هاست، ولی بازی تدارکاتی جام جهانی شون هم هست، ولی ما هنوز از به قول معروف اندرخم یک کوچه ایم و نه تنها حریفی پیدا نمیشه، بعد میبینید از روی ندانم کاری و نداشتن کسی که بخواد کارهای به اصطلاح انجام بازی‌ها رو برای ما انجام بده یا ایجنت های معروفی که برای اینا برن پیدا کنن که این بازی رو براشون ترتیب بده، میبینیم با الجزایری که اصلا نه امریکا بازیش مثل الجزایره، نه انگلیس بازیش مثل الجزایره، نه همین ولز بازیش مثل الجزایره میکنن. با الجزایره شما گفتید چه معنی میده اصلا این بازی با الجزایره؟ برای چی هست؟ تیم اولشون هم نیست، تازه تیم اولشون هم ریاض مارز و چند تا ستارگانشون هم اونا هم تازه اونا برای ما ناز میکنن، میگن تیم اولمون رو نمیاد. بله بله متاسفانه عجیبه. باشه جان از فوتبال بگذاریم، امروز تیم والیبال کشور من تو لیگ جهانی نشان لیگ والیبال حضور داشت و اولین بازیش رو انجام داد و بچهای والیبال ما تونستن در یک بازی خوب تیم چیر رو در اولین بازیش شکست بدن. ما در اولین هفته لیگ، حالا نمیدونم تصاویرش اگه آماده شد یا نشده، ولی من یه توضیح کوتاه بدم. اولین هفته لیگ که در شهر برزیلیا در کشور برزیل برگزار میشه، ما با چین، هلند، استرالیا و ژاپن باید بازی کنیم که الان امروز بچه‌ها چین رو بردن. جمعه که میشه پنجشنبه شب اینجا در برابر به ساعت ما با هلند بازی میکنن، بعد با استرالیا بازی میکنن یک شنبه و سه شنبه با تیم ژاپن بازی میکنن و تیم ما یک پوست اندازی داشته و در حالی که خب چهره های جدید و جوانی به تیم اضافه شدن، ولی هنوز میتونست از تجربه خوب هم معروف هم در واقع سید موسوی و همینطور امیر غفور و این بچه ها استفاده کنه، ولی برشک آقای عطایی حالا صلاح دیدن که فعلا با این تیم جوان تو این دوره لیگ شرکت کنه تا ببینیم که برای آینده چه خواهد شد. حالا اگر فیلمش حاضر شد که میتونیم دقایق از این بازی رو که خلاصه بازی ایران چین هست رو ببینیم، اگر نشود باز به صورت این خبرها رو گفتیم که راجع به والیبال هم صحبت کرده باشیم دیگه. بعد فیلمش مثل که تکنیکال دیفیکالتی داشته نمیشه و من جان فکرم اگه اشتباه نکنم چینم چون علاوه رتبه اونقدر بالا نیست و جایگزین روسیه اومده جایگزین بله. روسیه بود، یعنی اگر روسیه میمد توی مسابقات مطمئنن سطح مسابقات فراتر بود و میتونست مسابقات دیدنی تری باشه که اون دیگه لحظه آخر چین رو بعد چه حسابی آوردن چین رو وارد این بازی ها کرده بودن. بله چین به جای روسیه وارد این بازی ها شد چون روسیه رو در همه بازی های ورزشی تحریم کردن و فعلا در اون داستان تحریماتی خودش هستش از بازی های ورزشی، ولی برشکه که چین هم به کلیفی بود که بچه های ما بکنم یک بازی تدارکاتی برشون حساب میشه چون بچه ها یک دیدار فقط دوستانه با سربستان داشتن که مربی سربستان آقای کلاکوویچ مربی سابق ایران بود که این بازی رو به هر حال ایشون قبول کرد، ولی به هر شکل ما تو این بازی تیممون چهره جدید و جوانی رو ارائه داد که امیدوارم که این بچه‌ها تجرباتشون بهتر بشه، ولی هنوز که هنوزه هم معروف هم سید موسوی و هم غفور میتونن برای تیم ملی مستمر ثمر باشن و امیدوارم که در بازی‌های آینده فرصت بشه که اونها رو یه جوری بیارن برسیم، چون هم معروف و هم سید در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا که در تهران برگزار شد بسیار خوب و سرنوشت بودن و تیم پیکان هم تو مسابقات اول شد و به هر شکل من فکر می‌کنم که هنوز میتونن برای تیم ملی مستمر ثمر باشن. درست. قبل از اینکه بخوایم برگردیم به ایران و یا خارج از آمریکای شمالی، من یه مسئله پیش اومد برای تیم ملی کانادا که بعضی از دوستان شاید دیتیلز رو نمیدونن که گفتم راجع به این، چون این یک انقلاب بزرگی در ورزش کانادا و فوتبال کانادا و تاثیرگذار به عنوان یک نماد در فوتبال آمریکای شمالی میتونه باشه. البته تیم خود آمریکا این دیسپیوت و این صحبت و نگوشیشن و بحثا رو چندین سال داشت و تونست یه امتیازهایی در راستای برابری زنان و مردان، ببین اونا کجاها رو میرن ما کجاها، میگه کاروان رفت و به منزلها رسید، ما زهر بیراهی رایی هنوز. میخواستم راجع به این قضیه صحبت کنم چون بعد قرار بود تیمی که جایگزین تیم ایران بود در برابر بازی دوستانه با تیم آمریکا، تیم کانادا که قرار بود یک شنبه 5 جون انجام بشه پاناما، دو ساعت مونده مسابقه بازی کنسل شد
از سوی بازیکنان و این بازیکنان یه حالت استرایک و اعتصابی انجام دادن و اینم به خاطر اینه. من اگه وقت داری دو دقیقه راجع به این صحبت بکنم، چون یک حرکت به هر حال نویدبخش در راستای اون ارزش‌های ورزش و فقط بحث حرفه‌ای پول در آوردن و این پول یه سری بازیکنان رو دادن نیست. تیم کانادا همونجوری که میدونید مردان با به طور چشمگیر و بیمانندی که در تاریخ فوتبال کانادا بوده اومد بالاتر از آمریکا و مکزیک قرار گرفت و در صدر رده خودش گروه قرار گرفت، کوالیفای شد برای جام جهانی. و تیم فوتبال دخترای کانادا هم که در بازی‌های المپیک با قدرت خاصی قهرمان المپیک شد و تیم‌های صاحب نام و یکی در تونس از جلوی صدرا برداره. اما بحثی که اینا دارن این برحال بحث اعتصاب و این صحبت ها چندین سال است و بخصوص از ماه مارچ تیم مردان کانادا اومده بودن سوال کرده بودن از فدراسیون و اینا پشت گوش انداخته بودن تا پنجشنبه. و درخواست اینا هم چیه؟ درخواستشون اولا در سال 2019 تیم ملی فوتبال مردان کانادا و فدراسیونش با یه سازمان به عنوان Canadian Soccer Business که کارهای بیزینسی رو انجام میده براشون اسپانسرشیپا مسائل مالی قرارداد 10 ساله بسته بود. این بازیکن‌ها گفتن ما مفاد این قرارداد رو می‌خوایم، چون احساس می‌کنیم این قرارداد یک طرف است. چی بوده و کیا تایید کردن اینو؟ این یک مسئله. مسئله دیگه راجع به حق و حقوق دختران و بانوان و دختران تیم کانادا، تیم‌های ملی و رده‌های مختلف که حقوقشون باید مثل مردا باشه. کاری بود که تیم آمریکا کردن چندین سالم برحال بحث داشتن و تونستن که بگن تساوی حقوق فوتبالیست های دختر و پسر، که میگم اینا واقعا حقوق انسانی رو دارن دنبال میکنن. بله. بحث دیگه راجب گراسروت یا فوتبال پایهی بنیادی، خردسالان، نونهالان، جوانان، یعنی مسائلی که اینا دنبالش هستن فاندیمنتال المنتسه، مسائل فوتبال. بنیادی فوتبال. و بحث دیگه که اینا دنبالش هستن اینه که میگن 10 میلیون دلار پاداش گرفتن برای صعود به جام جهانی. همه تیم‌هایی که رفتن جام جهانی فیفا بهشون میده این سهمیه. بله بله. که این 10 میلیون دلار رو فدراسیون کانادا گفت تو 10% بهتون میدیم. اینا گفتن ما 40% میخوایم. و در کنار اون گفته بودن شما باید یه پکیجی به ما بدید که خانواده‌های ما بتونن بیان با هزینه فدراسیون جام جهانی رو نگاه کنن. یعنی این بحث نگاه بکنید بحث حقوق بانوان توشه، حقوق خردسالان و بچه ها توشه، بحث حقوق خانواده ها هم داخل این مسئله هست که به خاطر همین اینا بازی رو برحال کنسل کردن. ولی پنجشنبه یک بازی دارن در راستای جام ملت های کنکاکاف، مثل لیگ اروپا که الان انجام میشه، که برگشتن امروز به تمرین که اینو انجام بدن. این نشون میده که یه مقداری صحبت ها مثل که در راستای اهداف بازیکن‌ها داره پیش میره. من فقط خواستم این توضیح رو بدم خدمتتون جهت روشنگری. خیلیم خوب عالی. اینا اگر اعتصاب میکنن به دنبال حق و حقوقی هستن که واقعا حق شده و طبیعیه و در راستای اون هدفی که دارن اعتصاب میکنن. و من فکر می‌کنم که بسیار کار پسندیده‌ای بوده و کار خوبی بوده، چون واقعا تیم کانادا اگه حساب کنید از سال 1986 تا حالا نتونسته به جام جهانی بیاد و این گروه خوب با یک مربی خوب و جوان تونستن این تیم رو برتر از امریکا و مکزیکی که واقعا در دنیای فوتبال تیمای بسیار خوبی هستن اول بشه تو گروهش. خیلی مهمه و واقعا اگر هم حقوقی رو تقاضا می‌کنن من فکر می‌کنم که فدراسیون کانادا باید با دل جان و اینها انجام بده. بله بله. خیلی هم خوب، عالی. میشه از هر چیزی به صورت مثبت استفاده کرد، اعتراض به صورت مثبت و حق درست خواستن. شما نگاه کنید در راستای تمام اقشار جامعه، از خردسالان، دختران و خانواده هاست. زیبایی کار شما نگاه بکنید، یعنی یک فوتبال حرفه‌ای هم وقتی بس اون استانداردها، کامیتمنت و روحیات انسانی میرسه، اینا دفاع میکنن از اون حقانیت. ما این هفته که گذشت لازمه که بگم آقای یادپور مشه جان، تیم‌های پشتی فرنگی و آزاد ما هم در مسابقات جام تورلیوماکوف داشکند که بودن قهرمان شدن. بله. و هر دو تیم بسیار خوب بودن و قهرمان ما تونستن اونجا مدال‌های بسیار خوبی رو بگیرن، هم فرنگی
و هم آزاد. یک مسابقات من فکرم پیش آمادگی برای جام جهانی صربستان بود که هم آزادکارا و هم فرنگیکارا بسیار خوب خودشون نشون دادن و میگم که در جام جهانی که در صربستان برگزار بشه هم بتونن بدرخشن. کاملا میگم به خصوص حسن یزدانی دلاور جویباری که یکی از کشتیگیران محبوب جهان و به خصوص کشتی آزاده در وزن 86 کیلو در این مسابقات با صلابتی دوباره دو تا نایب قهرمان جهان و یک قهرمان آسیا رو به راحتی با امتیازهای 11 12 و 13 تونست از پیش خودش برداره و یک مدال زرین دیگه به افتخارات خودش اضافه کنه. هم در واقع حسن یزدانی و هم کشتیگیر سنگین وزن محمد فهمم که با این سن کمی که داره بسیار خوب داره میدرخشه و این کشتیگیری کردش که واقعا مثل سبک فردا کشتی میگیره در وزن بالای 125 کیلوگرم. خیلی کارش جالبه. بله بله آینده خوبی داره، تیم جوونه، آینده خوبی دارن. بله. و اما در اردوی از این مسائل، اردوی تیم ملی وزنه‌برداری متاسفانه مسائل پیش اومده. برخواه مربیشون و قهرمان سابق جهان و یکی از مربیان بسیار خوب که طی این 10 سال گذشته با تیم نوجوانان ایران، جوانان ایران و تیم ملی تونست نتایج بسیار خوبی با وجود کمبود امکانات به دست بیاره، اینا یک اعتراضی داشتن با 15 تا وزن بردار به شرایط اردو که بازی ورزشکارا اعتصاب کردن اردو نرفتن. به جای این که بیان امکاناتو به اینا بدن، این سرمربی آگاه و از افتخارات جهان وزن برداری رو متاسفانه آقای علی مرادی رئیس فدراسیون برکنار کرده. اونجا هم اینجوریه دیگه، به جای اینکه بیان مثلا در الان متروپول آبادان که فروخته، به جای اینکه نیروهای امداد یا نیروهای کمکی بیان اونجا، نیروهای سرکوبگر برده اونجا. من نمیدونم واقعا اینا چه جوریان، برعکس کارشون مردم اونجا به کمک احتیاج دارن، نیروهای کمکی باید بره، مثلا آتش‌نشانی بره، نیروهای امدادگر باید بره، نمیدونم از بیمارستان و آمبولانس و چیزا باید زیاد باشه، بعد نیروهای سرکوبگر بودن که با اسلحه اونجا خیابونا وایسادن مردمو سرکوب کنن. این مثلا همین کار فدراسیون وزنه‌برداری دیگه، به جای که بیان این تیم رو در واقع حمایت کنن، پشتیبانی کنن، میان مربیش هم برکنار میکنن. یعنی اونجا در حکومت ایران باید این داستان همیشه همگانیه دیگه، اپیدمی شده دیگه این کارا. بله که حتی خود بهداد سلیمی قهرمان سابق وزن برداری به این مسئله بسیار اعتراض کرد، چون یعنی تمام جامعه، تمام اهالی ورزش و نه که فقط وزن برداری واقعا متعجب شدن از این کاری که رئیس فدراسیون علی مرادی کرده. و مطمئنن این تیم با رویه خوب، آمادگی آرمانی، اگر اینجوری بخواد پیش بره در مسابقات شرکت نخواهند کرد. این آقای علی مرادی هم مثل که از اون چیزاست، از ما بهترون هست که تو اون گروه هست. بله دیگه، مثل آقای دبیر. و ضمناً در مسابقات در رابطه با تیم جام تختی که به زودی انجام میشه، فدراسیون کشتی ایران تیم آمریکا رو دعوت کرده بودن که تیم آمریکا حضور پیدا نکردن. فدراسیون کشتی ایران گفتن، تیم آمریکا گفته به خاطر اینکه مسابقات انتخاباتی خودشونو دارن و یک سری مسابقات دارن که من مشکوک برام شرکت نمی کنه. اما بعضی از فعالین سیاسی اجتماعی میگن به خاطر اختلافایی که بین اینا هست و اون مسئله که تیم کشتی ایران نیومد به خاطر مسئله که ویزا به دبیر نداده بودن، اینا هم تشخیص دادن که در این مسابقات شرکت نکنن. اینا هم مقابله مس کردن دیگه، گفتن حالا که شما نیومدید ما هم نمیایم. چون اگه آمریکا میومد کیفیت بازی ها به مراتب بالاتر میرفت. باعث شد بیان اونا هم همین کاری رو که ایرانی ها کردن تلافی کردن و حالا امریکایی ها همه ساله توی این مسابقات می اومدن. جالبه که امریکایی ها در مسابقات مختلف که در شهرهای مختلف من یادم برگزار شد، در خوزستان بود، در کرمانشاه بود، تیم های امریکا حضور پیدا، ولی الان که نیومدن قطعا به خاطر همون نرفتن تیم ایران به امریکا بوده و باعث میگم اونا هم دلایل خودشونو دارن دیگه. امیدوارم که بر اساس کشتیگیرای ما هم موفق باشن در مسابقات صربستان و مثل همیشه برای کشورمون افتخار کسب کنن و نام ایران رو باز هم بلند آوازه کنن. ولی خب فعلا مردم ما بیشتر از هر چیزی به اون چیزی که الان احتیاج دارن، حمایت و اتحاد و همبستگی و یگانگی هستش که در کنار هم دیگه باشن با این اوضاع خرابی که در کشور هست و هر روز می‌بینیم اتفاق میفته. و فکر می‌کنم که بعد همه اخشار جامعه، از ورزشکارا، از
همه در کنار همدیگه، در کنار مردم باشن و واقعا بدونن که حالا که دیگه برای همه رو شده این داستان که خب این وضعیت و این سردمداران تهران چه حالتی دارن، باید مردم به فکر خودشون باشن و بدونن که واقعا برای دنیا اون چی که مهمه کشور ما فقط برای اونایی که میخوان ازش سود ببرن مهمه، اگر نه مردم ما رو زیاد برایشون مهم نیست و مردم خودشون هستن که باید به فکر خودشون باشن و بتونن کاری رو انجام بدن. این چیزی که الان ما داریم میبینیم و امیدوارم که به زودی زود همه این مشکلات مردم رفع بشه، حل بشه و دیگه شاهد همچین صحنه هایی نباشه. واقعا آدم هر روز یه جایی رو میبینه و نگاه میکنه. امروز عکسی رو دیدم واقعا خیلی جالب بود، یه سری از همین آقایون مذهبی جلوی ساختمون همین متروپول وایستاده بودن که نگاه میکرد پشتشون رو خرابی و واقعا داغون شدن ساختمون بود. چیزی که در این 40 ساله فقط اینا کردن همین بوده، یعنی اصلا نگاه میکنی زیرش هم نوشته بوده شو. واقعا این عکس مستقبل بسیار خوبی داره از وضعیت که اینها برای مملکت ما وجود آورده. امیدوارم که مردم دیگه شاهد این صحنه نباشن دیگه، چی میشه گفت؟ واقعا ما نمیدونم، از دور که نمیشه کاری کرد، ولی به اصل مردم باید بدونن که خودشون باید دست به آسیا رو بالا بزنن. خیلی هم خوب، بریم یه سری به تنیس و آقای مهران سفریان رفیقتون آقای نادل. چه خبر از این نادل که عضو افتخاری باشگاه رئال مادریده و خیلی تکنیک خوبی هم تو فوتبال داره خودش و پسر آموشم مهران بهتر میدونه اسم آموشم، بله مدافع بارسلون بود، بله دفاع وسط بارسلون تیم ملی بود و نادال واقعا اومد کاری کرده. ببینید بعد از این بازیکن 36 ساله، این تنیس پلیر 36 ساله و چندین بارم عملهای مختلف رو دست پا داشته، تونست برگرده و رکوردی جاودانه که یعنی هیچ کس بهش نمیتونه نزدیک بشه، 14مین باره که در فرنش اوپن روی زمین روس خاک قهرمان شده و این تصویر زیبا رو که نگاه بکنید نشان از وحدت میده، نشان از دوستی در ورزش میده که باشگاه رئال مادرید یه جا بنزما رو نشون میده، یه جا نادالو، برای نادال توییت کرده بودن که اونا 14 بار قهرمان اروپا شدن، ایشون 14 بار قهرمان فرنش اوپن شده و 22 باره که گرند اسلم برده ایشون و نفرات بعدی مثل فدرر اون و جوکوویچ 20 بار بردن و اینم تصویرش میران جان نگاه کن، نادال سمت چپ موقعی که 18 سالش بوده قهرمان فرنچ اوپن شده برای بار اول و موقعی که 36 سالشه که بسیار زیباست و این نشون میده که چطوری تونسته شرایطش رو نگه داره. اون موهای بلند و موهای افشینی که داشته الان یه مقدار دیگه کم شده، ولی هنوز به حالت اون زمان جوونیش عادت داره، هی موهاش رو دست میزنه اینجوری میکنه اینجوری میکنه، ولی موها نیست، موها کم شده ولی هنوز عادتش داره. تو 18 سال 14 بار قهرمان فرنچ اوپن شده و 22 و نگاه بکنید تو 22 تا گرند اسلم برده. البته چند روزش پس از بازی ها یه خبری بود در رسانه ها، مصاحبه کرده بود گفته بود پای چپ من اینقدر اذیتم کرده، من با زور آمپول دارو یعنی اصلا حسی نداشتم الان و میخواست برای ویمبلدون شرکت نکنه که احتمالاً شایدم فشار اسپانسرها باشه، گفته تا ببینم دکترم چی میگه با نظر اونا، وگرنه اگر مجبور بشم که مسابقات دیگه ودایی داشته باشم الان یا کوتاه مدت یا دراز مدت، اون تشخیص از لحاظ تیم مدیکالشونه و دکترای تیمش هستن که تشخیص میدن که چه باید بکنه. به هر حال برگه زرین به تاریخ ورزش و به ویژه تنیس ایشون افزود. ایشون به خاطر همین بهش میگم کینگ آف دی کلی، یعنی فرمانده و پادشاه خاک روس، کسی که در زمین های خاک روس واقعا سلطانه و هیچ کس حریفش نشده تا با که 14 بار این مقام رو به دست آورده. پس و پیش مقام های رو هم فدرر هم جوکوویچ این به اصطلاح گرند اسلم به دست آوردن، ولی رکورد واقعا نادال افسانه ایه و فکر نمی کنم حالا کسی بتونه 14 بار این مقام رو تکرار کنه، یعنی از در واقع میتونم بگم 17 دوره ای که شرکت کرده 14 بارش قهرمان شده، نشون میده که در زمین های خاکی و در زمین های خاک روس واقعا استاده و وقتی بازیش رو نگاه میکنید شما واقعا مهارت رو در این واقعا قهرمان میبینید، وقتی که میره و حتی
توپا رو با وقتی سرعتش هم کردن با سر خوردن روی اون پاک روس میدونه چه ضربه رو توپ بزنه که حریفش نتونه اون توپ رو بگیره. فینالش رو که نگاه میکردیم، فینال هم حریفش کسی بود که خودش شاگرد نادال بوده، در آکادمی نادال عضویت داره. ولی واقعا همون داستانی که میگن استاد همیشه یه فن رو برای خودش نگه میداره، چندی بار این شاگرد اومد یه کاری بکنه ولی نادال یه جوری بهش رو ضربه رو برگردون که واقعا جالب بود و میشد فهمید که هنوز خیلی بوده تا آقای کسب رود به سلطان و کینگ خاک آفروس در واقع نادال برسه. و نادال تو همین بازی بهش نشون داد که حالا خیلی جا داری ولی ممکنه بیا یه روزی منو بگیری، ولی هنوز زوده. بله، ولی یه زمانی بیومبورگ 6 بار گراند فرنچ اوپن برده بود، اما میگفتن 6 بار برده. ولی به قول شما میراجان همون جوری که گفته بودید، این به هر حال قهرمان محبوب، خوش اخلاق و ستاره، از 22 باری که گرند اسلم برده، 2 بار فرنچ اوپن بوده، 2 بار ویمبلدون بوده، 4 بار یو اس اوپن بوده و 14 بار 2 بار استرالیان اوپن بوده، 2 بار ویمبلدون، 4 بار یو اس اوپن و 14 بار فرنچ اوپن بوده. واقعا جالبه میران، داخل این بازی یه چیزی من تکنیکالی دیدم جالب بود برام، نمیدونستم. اعتراض کرد میکرده، میگفت توپا رو سریع عوض کنید. بعد کامنتیتر میگفت، جان مکنرو که کامنتیتر بود و صحبت میکرد که خودش قهرمان پرآوازه بوده و چپ دستم بوده این نادال، میگفت که میگه اعتراض میکنه، میگه هوا چون خیلی دم داره، خیلی گرمه، توپا رو سریعتر عوض کنید. و حتی نادال توپا رو تو جیبش نمیذاش چون عرق کرده بود که این توپ سنگین نشه. بله، که این توپ سنگین نشه که بتونه با توپ راحت‌تر کار کنه و اون کات‌های مخصوص خودش رو به هر حال انجام بده. میگم دیگه واقعا تو این زمینه استاد توی خاک روس و حریفی پیدا نمیشه براش، به صورت قهرمان افسانه‌ای، هم او هم فدرر و هم جوکوویچ، این سه قهرمان در این چند ساله واقعا بهترین های تنیس دنیا بودن که حالا ما هم خوشحالیم که توی زمانی زندگی می‌کنیم که این سه قهرمان رو دیدیم. هنوز قهرمانی مثل اینها پیدا نشده، من فکرم که بیاد هنوز جای اینا و بتونه مثل اینها باشه. فعلا هنوز هستن مثل رونالدو و مسی و بعضی اینها قهرمانی دست یافتنی هم دیگه. و واقعا هم در از لحاظ در کنار تکنیک و شهرت، در افزون کردن سرمایه و علاقه مندان به تنیس بسیاری ستا نقشه اساسی داشتن. کاملا. من فکر کنم مهمانمون رو دیگه بعد بیاریم دیگه، چقدر دیگه داریم وقت؟ آره، فکر کنم از لحاظ تکنیکی مسئله دارن، اگر برسن بیان که خواهیم داشت، اگر نه هفته آینده. الان شما باشون صحبت کردید، اوکی بود؟ آره، حالا ببینیم چی میشه. خب پس ببینید اگر میشه مشکل رو رفع کرد که داشته باشیم استاد رو و بتونیم بخوام بریم جلو، من ببینم میتونم گیرشون بیارم. بله اگه بشه. بله، در این راستا میران جان، ما این هفته باز داخل فوتبال ایران یه دور سورپرایز باز داشتیم که میگم به قول معروف هر دم از باغ بری میرسد. فرهاد مجیدی. بله، فرهاد مجیدی. البته این خروج های فرهاد مجیدی سابقه داشته، عنوان بازیکن هم بوده، یعنی فرهاد مجیدی که الان رفته با تیم اتحاد کلبا. بله، شما به هر حال بودید در امارات بهتر میشناسید، تیم 13 14 ام جدول و اونجا رفته که بتونه یک فصل نوینی رو آغاز کنه و این حق انسانیشه که بخواد بتونه و امیدواریم که موفق باشه. اما همیشه در استقلال که بوده یا آبیدلان آبی پوشان با اونا بوده، به هر حال منافع دو طرفه بوده، اما هرگاه که تونسته استقلال رو پله کنه و ول کنه و بره و با استقلال باعث شهرت ایشون بشه و منافعش بشه، تونسته. و در این وسط شما نگاه بکنید، در ایران مربوط کشورهای جهانی اتفاق، تیم قهرمان میشه، مربی قرارداد 3 ساله داره، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل قبول میکنن یک طلاق مصلحتی بین اینا انجام بشه. این فقط اون هوادارا میمونن مهران جان، هوادارای ساده دل عاشق که در سرما و گرما و در اون فضایی که گیرونیا و ناآرامیایی هم که در ایران هست، هیچ وقت با عشق خودشون کاسبکارانه برخورد نکردن، فقط هواداران، وگرنه بقیه کردن و میکنن مهران جان. دقیقاً، من تعجب می‌کنم، هنوز واقعا مهر قهرمانی استقلال خوش نشده، ایشون بار سفر رو بست. آخه یعنی چی؟ یعنی شما یه روز بعد اینکه تیمت قهرمان شده و جام رو به دست گرفتی، فرداش قرارداد یعنی میری؟ آخه حداقل
به اون طعم پیروزی شیرین رو بچه های استقلال با تیمت بچش. آقا من تعجب میکنم از آقای مجیدی، هر بار که به قول شما تونسته استقلال رو پله کرده و سریع رفته امارات. خب ایشون در امارات به صورت صاحب ملک املاک و وضعیتی در امارات هستن، میده که سالهای سال در تیم الوصل امارات بازی کردن و اونجا به شکل صاحب زندگی دیگه ای هستن، به شکل اونجا هم سرمایه گذاری هایی رو دارن. ولی اینکه شما میای هر وقت لتراس استقلال رو پله میکنی و بعد دوباره برمیگردی میده اونجا، این کار من فکر کنم پسندیده و قشنگی نباشه. طرفدارای استقلال هم واقعا از این حرکت ایشون تعجب زده هستن و من باید بگم که خب تعجب نکنن. برای فراد مجیدی اینجوری هست، وقتی که شما در یک فصل در دو فصل ایشون رو سه بار میارید و میبرید، باید بدونید که برشه ایشون کارش به همین شکل هست. حالا استقلالی الان دوبال مربی هستن، از بین نفرات که میگن دنبالشون هستن فعلا جواد نکونام از همه مثل که اصلح تر و مورد تقاضاتر هستش برای استقلالی. حالا استراماچونی که برشه خودش در تیم الدوهید اونجا داره مربیگری میکنه در قطر. ولی یه حرف جالبی که من شنیدم، 48 ساعت به جواد نکونام فرصت دادن که به ما جواب بده و سریع باید بیای استراحت. ایشون خودش مگه بیکاره؟ جواد نکونام خودش تیم داره، جواد نکونام الان با فولاد قرارداد داره، بچه اونجا وضعیت داره. شما چجوری برای تعیین میکنید 48 ساعت پاشو بیا؟ اینا واقعا چیزی که فقط مربوط فوتبال ایرانه، در جای دیگه شما نمیبینید چیزا رو. آره متاسفانه این مسائل است و این انتخاب ها و این روابط. البته جواد نکونام هم در باشگاه پاس واجرلو کار کرده بوده چندین سال و بعید هم نیست. به هر حال داخل فوتبال ایران خودتون دیدید، یحیی گل محمدی از شهر خسرو اومد، اون یکی از جای دیگه اومد. این جایگزینه ها دنبال دلیل و منطق نباشید، یعنی بیشتر دنبال اون روابط باشید و اون هواداران ساده دلم به هر حال عاشقن با احساسن و حافظه تاریخیشون هم ضعیفه. حالا اگه چون دیگه فراد مجیدی برگشت، ما امیدوارم یه راهگشایی باشه برای مربیان ایرانی که بتونن خارج از کشور به مدارج بالا برسن، موفق بشن. اما اینی که هر وقت خواستم، به قول شما قبلا هم بود، فراد مجیدی در تیم استقلال دوره‌ای که زمان قلعه‌نویی هم بود میتونست با تیم باشه و شاید تیم بتونست به مقام اول برسه، اما گفت بچه‌هام اماراتن، بچه‌م اماراته. یعنی همیشه مثل الانم یکی از دلایلش مسائل خانوادگیه، هر وقت یه بهانه داره همیشه. بله این بهانه هست و خریدارم داره تو فوتبال ایران. به هر حال وقتی هم برگرده، به خصوص هم الان این رکوردی که الان زده، میاد جاشو تو همون استقلال یا جای دیگه پیدا میکنه و من بعید میدونم که اینا بتونن یا بخوان اصلا مربی خارجی رو وارد ایران بکنن، چون مربی خارجی که بخوان وارد ایران بشه، اگر امثال اسراماچونی باشه یا شفر باشه، اونا برحال یه اصول خودشونو دارن و میخوان بلکه بتونن از بلوک شرق کسی رو بیارن یا برای تیم ملی امثال مثلا بعد از این مربیشون اگر رفت بتونن برانکو رو بیارن برای تیم ملی. و یا صحبت هم هست حتی مدیر عاملی استقلال امکان داره عوض بشه و آجرلو با اون قدرت و ارتباطاتی هم که داره یه نیم نگاهی به برحال صندلی ریاست فدراسیون فوتبال ایران داره. جالبه، حالا الان صحبت برانکو رو کردید و اینا بازی با عمر رو صحبت کردن و حرف آقای برانکو جالب بود که اصلا گفته بود که اصلا همچین بازی قرار نبود برگزار بشه، بعد گفتن برانکو کنسل کرد. اصلا گفته بود که این بازی قرار نبوده برگزار بشه که من بخوام کنسل کنم و این داستانی اصلا نبوده که به من مربوط باشه و اینا، فقط برای اینکه به قول معروف یه عنوان یه اسمی رو داشته باشن اسم ما رو آوردن و اسم ما رو آوردن و اصلا ما در این بازی دوستانه نبودیم. حالا چطور گفتن عمان و برانکو کنسل کرده، برای خود منم جالب. اینم صحبتی بود که از شما برانکو افتید، یاد برانکو افتادن. بشکل امروز هم که خب گفتید استرالیا تونست امارات رو شکست بده و اماراتی ها دوباره که مطور باختن، حالا استرالیا میره برای بازی با پرو بکنن. بله 13 جون هفته آینده با پرو بازی دارن و نیوزلند و کاستاریکا هم 14 جون بازی دارن و اونجایی که گفتن احتمالاً ایران تو سپتامبر یا شهریور یه بازی دوستانه با کاستاریکا قرار انجام بده. و میگم داخل گروه ایران هم جالبه، هر سه تیم انگلیسی زبان که رتبه های بالایی هم دارن و الان هم ولز هم که الان تیم 18 همه رنکینگ فیفاست و اومدن و کار ایرانو مشکل که بود مشکل تر کردن.
به خاطر اینکه من فکر کنم برای اینکه بازی با حالا تیمایی که میخوام با ایران بازی کنن رو اینا برن حریفایی که برای ایران لازم باشه پیدا کنن پیدا نمیشه، میرم به یه جاهای دور و دراز دست پیدا میکنم و دست میندازم. من فکر کنم بعد از تیم الجزایر اینا برن سراغ تیم جزایر ماداگاسکار یه بازی با اونجا بذارن. نه نه بعید هم نیست از دوباره مثل تیم ملی امید، تیم ملی امید که تیم ملی امید فقط یک بازی دوستانه، دو تا بازی دوستانه داشت تو عراق با تیم ملی عراق. حالا اینم بعید نیست که بخوان باز از دوباره دست به گریبان به هر حال بیان خواهشی از سوریه و عراق بکنن. لبنان و ام تازه اگه اونا قبول کنن یمن رو داریم. یمن عجیبه، واقعا عجیبه. من تعجب میکنم که واقعا مردم ما دیگه تا این دامنه تحمل صبرشون چقدره و چقدر تحمل داره. حالا برای جزایر ماداگاسکار هم هست و ببخشید این تلفن ما افتاد، جزایر ماداگاسکار هم اعلام آمادگی کرد که برای بازی با ایران حاضره و آماده است که یک بازی تدارکاتی با ایران انجام بده. چون گفتم مثل که بازیشون مثل تیم ولز جزایر ماداگاسکار اینجوری گفتن. و در اینجا برای ما منتظر بودیم که جناب آقای توصی بیان، مثل که مشکلات تکنیکال دیفیکالتی دارن. ما در این هفته یکی از مفاخر فوتبال ایران، جامعه ارامنه و تاریخ ورزش ایران زمین رو از دست دادیم و به هر حال پرگوشیم. بله. این عکس که میبینید نفر اول، نفر دوم از سمت چپ جناب گارنیک مهرابیان. الان بذارید این عکس من اصلا که بگم سمت نفر اول آقای کاروه. بله نفر اول جناب کارو اقربیان که شاگرد زنده یاد گارنیک مهرابیان بودن، بعد حسین فداکار، هنریک سرکیسیان و نشسته نفر وسط هدایت شارغفاری. بله. خلاق تیم هما بود که از انگلیس اومده بود و بازیای بسیار خوبی داشت که الان هم چندین سال رو ویلچر و ام اس داره که امیدوارم که ایشون هم شفا پیدا کنن. و جناب گارنیک مهرابیان 85 ساله در آمریکا در کنج خلوت بدرود حیات گفت. ایشون در دهه 30 و 40 به عنوان بازیکن در تیم‌های دهیم، تاج و دهیم و آرارات از بنیانگذاران آرارات بود و سالیان سال بازیکنانی چون وازگن سفریان، کارو حقوردیان، آندرانیک اسکندریان، برادران میناسیان و بسیاری، یعنی تیم آرارات و ایشون شکل داد که بتونه در فوتبال ایران هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ کارهای گروهی و ارزش‌ها جایگاهی ویژه پیدا کنن در فوتبال ایران زمین. و همون جوری هم که یادتون است مهران جان در کنار مربیگری در تیم آرارات و ایشون در تیم ماشین سازی در جام تخت جمشید هم تونست بدرخشه و بتونه تو تبریز هم یه نام نیک در ورزش از خودش به جای بذاره و چندین سال مربی تیم جوانان و نوجوانان ایران بود و همگام در اون در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان فوتبال ایران هم بود. به هر حال مربی بود که سالها و سالها به حال زحمت کشید، آفرید و بازیکنان بسیاری به فوتبال ایران زمین ارزانی داشت. یادش واقعا گرامی بود. روحشون شاد آقای گارنیک مهرابیان عزیز و من فکر کنم که علاقمندان فوتبال ایشون رو خوبی به خوبی یادشونه در زمانهای گذشته و هم در تیم آرارات هم در تیمای شما گفتید جوانان و جوانان و بزرگسالان در کنار آقای ماجرایی از کمک مربی ها بودن و واقعا ایشون یکی از کسانی بود که برای تیم آرارات من فکرم زحمت زیادی کشیدن و خیلی از بزرگان تیم ارامنه ایران یعنی تیم آرارات از دست پرورده های ایشون هستند و مربی بسیار خوبی بودن در اون سال ها. و ای کاش که میتونستم آقای احمد توسی رو داشته باشیم که استادی مقدار راجع به ایشون صحبت کنند، چون میدونم که حتما حتما هم آقای توسی راجع به آقای زیاد میدونند و میدونستند و ای کاش که بتونیم که ایشون رو بازم روی خط داشته باشیم که از خاطرات ایشون برامون بگن و 100% آقای توسی صحبت‌های جالبی حتما راجع به گارنیکان خواهند داشت. روی شاد باشه. یادش گرامی. و در ادامه ما یادی کنیم از دو تا تیم قدیمی فوتبال ایران که به لیگ برتر ایران صعود کردند، ملوان بندرنزلی یا بندرپهلوی سابق که به هر حال نام آشنا بوده از دیرباز، باعث افتخار بوده تو فوتبال ایران زمین، بعد از 9 سال دوری از لیگ برتر تونست برگرده و مثل کرمان اونم بعد از 8 سال تونستن بیان و
در لیگ برتر و در بانوان هم یک تیم از بم، دختران بم تونستن با صلابت به قهرمانی مسابقات بانوان ایران زمین دست پیدا کنن و میدونیم که تیم مثل کرمان به خاطر سرمایه هایی که در اونجا هست، سرمایه هایی که زیر زمین هست، ثروت هست و روی زمین هم که فقر کم نیست در اون دیار، ولی تیم سرمایه داریه و سابقه حضور هم داشته در بازی باشگاه های آسیا و مربیانی هم همچون قلنوی، مرفاوی، پرویز مظلومی، منصور رشیدی بسیاری بودن که اونجا سالیان سال کار کردن و الان هم یکی از مدعیان خواهد بود و به هر حال پول دارن، سرمایه دارن که معلوم نیست الان بتونن چه کسایی رو بگیرن، ولی اگه شاید هم تغییراتی هم در کادر فنیشون بشه. اما تیم ملوان از اون سوی با سرمایه شخصی محلی و بدون هیچ حمایتی توسط بازیکنان قدیمی خودش که واقعا حامیش بودن، مثل نوری و مازیار زاره و مردم اهالی شهر بودن، این تیم پرطرفدار به هر حال بیان و بتونن با تمام نابسامانی ها مبارزه کنن و در صدر جلول قرار بگیرن و این به هر حال پیام خوبیه برای مردم مشتاق، مردم شمال، مردم استان گیلان، مردم بندر انزلی که از دیرباز جایگاه خاصی در ورزش ایران داشتن، رشته های مختلف در بوکسش اگه بگیم وکیل منفرد ها و در دو میدانی باز پدر وکیل منفرد بوده، در شنا زنده یاد حیدر شنجانی اگه یادتون باشه و در بوکس باز جبار فعلی بوده بسیاری داشتن و در کشتی بیژن سیفخانی کشتیگیر قهرمان ملی پوش تیم ملی فرنگی ایران بود که در مسابقاتی که جهانی با تیم با حریف اسرائیلی بود و اون هم شکست داد به خاطر مبارزه با تیم حریف اسرائیلی، حتی تیمو برگردوندن، حتی به تیم آزادو دیگه نذاشتن مسابقه بده، این کشتیگیر فرنگی بود تیمو برگردوندن و ایشون دیگه اصلا رنگ تیم ملی و اردوی تیم ملی هم به چشم دید و بیژن من اگه اشتباه نکنم جناب سیفانی الان ساکن سوئد میباشن. بله درست میگید و من فکر کنم که ملوان یکی از تیم‌های ریشه دار و پرسابقه هستش در فوتبال ما و چه خوب که این دو جوان خوب، یعنی هم آقای نوری و هم آقای زاره، تونستن با همیاری هم دیگه و با کمک مردم شهر، من فکر کنم چون مثل که از طرف حالا سردمدارای شهر انزلی چند یا کسانی که در انزلی کاری هستن هیچ حمایتی به مشکل نشده، ولی با هزینه‌های شخصی و افرادی که شخصا این تیم رو اداره کردن تیم رو تونستن بیارن و چقدر امروز بازیشون رو نگاه میکردم تماشاگر در استادیوم بود و چقدر خوشحال بودن و اینکه برنامه بعد از سالها دوباره ملوان میاد و یک تیم پرطرفدار دوباره به لیگ ایران برمیگرده، برای مردم اون منطقه خوشحالیم که تونستن با این نام بزرگ دوباره به فوتبال سطح اول کشور برگردن. هرچند که حالا ما فوتبال آنچنانی به صورت نداریم با این وضعیت که هستش، ولی به هر شکل بازم برای مردم اون شهر یک مایه خوشحالیه و یک دستمایه خوشحالی میشه و بعضی همین شادی های کوچک هم میتونه تو این اوضاعی که الان هست یه مقدار اونها رو از آلام و دردها و مصائبشون دور کنه و من فکر می‌کنم که بودن این تیم هایی که در شهرها طرفدار دارن و پرطرفدار هستن میتونه به اون هماهنگی و اتحاد مردم هم کمک کنه که مثل همین روزایی که امروز در استادیوم جمع میشدن و مثل روزایی که در استادیوم آزادی مردم جمع میشن و فریاد حالا بوریا رو سر میدن یا فرماد نمیدونم روح افشا بزاشا رو سر میدن، اینها باعث دلبستگی و اتحاد و همبستگی هم میتونه باشه. آیا این بازی که ایران با ولز داشتن حرف از ملوان زن یا غفور جهانی هست داره هد میزنه بالا یا نه قیافش بله. بله غفوره. بله این بله غفور جانیه و اگر نباید فقط شما رو همین عکس هم اگر برحال فوکوس کنید نگاه میکنید ببینید که این در حضور 60,000 تا علاقمند اون موقع ما صحبتی که داریم میکنیم بوده و در اون بازی هم بازیکنهای تیم ملی ایران ناصر اجازی، حسن نظری، نصرالله عبداللهی، حسین کازرانی، آندرانیک اسکندریان، از دقیقه 65 محمد پنجلی اومده، علی پروین، ابراهیم قاسمپور، محمد صادقی، حسن نایب‌آقا، غفور جهانی هم بوده که دقیقه 65 حسین فرکی، رضا عادل‌خانی بوده دقیقه 75 و حسن روشن، چون تبازی دوستانه بود تعداد تعویضات بیشتر بوده و تیم ملی ولز هم با
با مربی نامدارشون در اون موقع مایک اسمیت از مربیان خوب بوده و جالب الان مصاحبه تیم ولز شد. تیم ولز که الان در رنکینگ 18 هم فیفا وجود داره و 4-5 تا بازیکن ستاره مثل گرت بیل و رمزی و اینا رو داره، مربیشون رابرت پیج. رابرت پیج، من میخوام یه اشاره کنم الان در راستای فلسفه مربیگری مربی تیم بود. بله. کوچ آقای گیت بود. بله بله. رابرت پیج دقیقاً میران جان. قبلش مربی تیم، اولا که داخل مربی ناتینگهام فارست بود تو لیگ یک انگلیس، به مزی که در سال 2018 بهش پیشنهاد مربیگری تیم جوانان ولز و دادن بلند میشه، میاد مربی اونا میشه. 2 سال با اونا بوده و 18 ماه گذشتم کمک مربی رایان گیگز از نامداران فوتبال منچستر یونایتد و ولز میشه. اما گیگز به خاطر مسائل شخصی و گویا خانمشو زده بود یا به یه خانمی هرس کرده بود، کاری کرده بودن که این دادگاه داره و چند روزم زندان بود. ایشون اومد تیمو به خوبی با درایت تیم اوورد و بعد از 64 سال به جام جهانی. اما یکی از مسائلی که من میخوام بگم خدمتون، ایشون از تیم باشگاه لیگ یک انگلیس که برای لیگ بر خیلی بالای ناتینگهام فارست میاد مربی ولز میشه، تیم امید، تیم جوانانش، بعد میاد یک مربی میشه. بعد الان اگر بخوان قراردادشو تمدید بکنن، چون رایان گیگز حالا مسئله داره، یعنی جامعه نمیپذیره، جامعه دموکرات اونجا نمیپذیره که ایشون بیان در جامعه ورزش باشن مربی تیم ملی. اما ما در فوتبال ایران متاسفانه هر مربی که تیم نداره یا تیمای باشگاهی نمیخوان اونو، میان مربی جوانان و نوجوانان. الان تیم ملی امید، با تمام احترامی که برای مدویکیا من قائلم، آیا آقای مدویکیا که سالیان سال در آلمان بوده چرا یه تیم از هامبورگ نگرفته؟ تیم مربی تیم زیر 15 سال هامبورگ بشه، 17 سال، و مستقیم شما ایشون میارید مربی تیم ملی میکنید. و به نظر من در این مقطع مدویکیا روی اسب مرده شرط بندی کرده. و شما داخل فوتبال ایران نگاه بکنید، به یه کسی مثلا بیان بگن به مربیاشون یا بازیکنان سابق تیم ملی بگن شما بی مربی تیم جوانان و نوجوانان امید بشو، فکر میکنن بی احترامی بهشون میکنید. در صورتی که ام ژاکه، ما قبلا تو برنامه هم گفتیم، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه که عامل قهرمانی اینا در جام جهانی و اروپا شد، وقتی قراردادش رو با تیم ملی فرانسه میخواستن تمدید بکنن و حتی درآمدش هم اضافه کنن، گفت من نه، جایگاه من در تیم‌های پایه، من اونجا میرم شکل آکادمیکلی، فکر میکنم تاثیرگذارتر باشم که بتونم اونجا کار کنم و بیشتر خدمت کنم به فوتبال و به کشورم. اما نگاه بکنید در ایران داستان‌ها چیه. آقای مهدوی کردم که بعد از اینکه تو مسابقه دوستانه بازگله بود با تیم از اسرائیل، داشتن برکنار میکردن، هزار بار داستان ها برش گفتن، هزار تا داستان شد بعد با خاطر اون پرچم، پرچم کشورهای مختلف. و جالب مهران، اون پرچم اسرائیل رو کسی نمیدید، اینقدر اینا گفتن که دیگه همه اومدن اون پرچم دیدن. اما اینا مسئول همین کارا، اینا واقعا کارایی میکنن که هیچ کس خبر نداره اونجا موضوع میشه. اینا مسئول هستن که همیشه چیزای کوچیک رو بزرگ کنن و نشون جامعه بدن. امیدواریم، امیدواریم، چون به هر حال در ورزش هر کشور اون آموزش، فلسفه آموزش مربیگری، شما در میگه خاتم ملک سلیمان از علم، هر جا که علم و دانش نباشه، بیشترین سرمایه هم که بذارید عدم تخصص سرمایه رو به هدر میره. اما با تخصص بیشتر و سرمایه کمتر، من فکر میکنم بیشتر بتونه تاثیرگذار باشه، چه فباها که سرمایه و تخصص همگام با هم باشه. خیلی قشنگه. ما تو آمریکا الان داریم میبینیم بچه ها تو هر پارک میری دارن فوتبال بازی میکنن با مربی ها و اینا دارن نسل آینده رو میسازن. امیدوارم تو ایران هم اینگونه بشه زمانی. خیلی قشنگه، من واقعا لذت میبرم، میبرنشون سن دیگو، حتی لاس وگاس میرن، بچه های 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، 12 ساله دارن میسازنشون. چندین و چند مربی آمریکایی فوتبالشون رو یه زمان یه جوینت پروگرام با آلمان و هلند انجام دادن، الان خودشون مربی صادر میکنن که مربی تیم ملی کشورهای دیگه یا لیگای دیگه باشن. این بحث فلسفه مربیگری و آموزش اینه که شما اینقدر دانش داشته باشید، یعنی هر بازیکنی که میخواد بیاد، شما اینقدر مربی تحصیل کرده دارید
که باید بتونن اون نیروهای مستعد و عامل رشد و پرورش بشن. ما تو ایران نیروهای مستعد بسیار داریم در تمام اقصا نقاط ایران. واقعا من در خوزستان بازیکنهایی میدیدم تکنیک اینا، علاقه شون، چون بس میگم در ورزش سرمایه تخصص انگیزه نیروی انسانی و اون انگیزه که اینا دارن، کشورهای دیگه میلیون‌ها دلار باید هزینه کنن که داشو، اما نبود دانش، نبود مربیگری با استانداردا. بیشتر مربیان که شما نگاه میکنید متاسفانه ای آسیا رو دارن، اما خارج از ایران کم نیستن مربیان و دوستانی که گرین کارت آمریکا دارن، سیتیزن آمریکا هستن، انگلیس هستن، اروپا هستن، اما کدام میتونن خارج از ایران کار پیدا کنن؟ الان یه فراد مجیدی اونم اماراته، تا ببینیم اونم چه خواهد شد. ولی منظور خارج از آسیا هیچ جایگاهی متاسفانه، با امید روزی که جایگاه داشته باشن ها، اما متاسفانه ندارن. خیلی خوب، به انتهای برنامه رسیدیم آقای مهران جان دیگه. من البته می‌خواستم یه صحبت دیگه کوتاه بگم، فقط همین که نگاه می‌کنیم به وضعیت حال روز مردم و حال روز کشور و ایران، نگاه می‌کنیم خب هیچ چیزی سر جاش نیست، هیچ چیزی به هم دیگه نمی‌خوره. به همین حالت هم فوتبال اونم حال روز خوشی نداره. شما اگه در زمان‌های گذشته نگاه می‌کردید که وضعیت مملکت چه حالتی داشت، می‌دیدید هم وضعیت مملکت از هر نظر خوب بود، اقتصادی، ورزشی، هنری، سیاسی، همه نظر خوب بود، فوتبال اونم به نسبت خوب بود و سالهای سال قهرمان میشد در آسیا در مسابقات مختلف. و الان هم که نگاه میکنید وضعیت کشور ما به این حالته، فوتبالمون هم حال روز خوشی نداره. شما الان نگاه کنید با چندین و چند ساله که تیم جوانان یا المپیک اون نتونسته راه پیدا کنه به بازی حالا المپیک، یا تیم جوانان اون نتونسته مقامی در آسیا به دست بیاره، نوجوانان اون نتونسته مقامی به دست بیاره، خاطر اینکه وضعیت از حال روز کشور سرچشمه میگیره. شما نگاه کنید مردم دلخوشی نداره. شما این خوزستانی که میگی الان با چه وضعیتی مردم خوزستان بیان فوتبالیستا بیان خوششون نشون بدن؟ آبش درسته، برقش درسته، نمیدونم اوضاع اقتصادی شهر درسته، مردم روی نفت خوابیدن، روی پول خوابیدن، ولی با اون وضعیت فقر و فقرا دارن میسازن. خب معلومه که کشور همه چیز به هم دیگه ربط داره. قرار به قولی میگن زیر زمین ثروت، روی زمین فقر. متاسفانه امیدواریم به روزای بهتر برسیم. هر کس جای خودش بدونه تواضع و فروتنی داشته باشن، از پایه شروع کنن، که امیدواریم همه بچه ها سرفراز باشن، ایران خودمون هم بتونن با جایی که واقعا حقشونه برسن. تشکر میکنم آقای میران علیپور و آقای میران سفریان، خیلی ممنون. مرسی. منم تشکر میکنم از همه شما بینندگان شنوندگان خوب برنامه اون اول، و بعد هم از دو همکار خوبم آقای علیپور نازنی و خوشی استخوان خوب من که با ما بودن امشب، هم امیدوارم که در برنامه‌های آینده باز هم در خدمت شما باشیم. مرسی. منم بهترینای برای شما عزیزان و همه مخاطبان و اهالی وادی ورزش ورزش آرزو میکنم. و مهران جان مشخصه خان، مرسی از وقتی که دادید که من در خدمتتون باشم. شب روزتون بخیر، تا برنامه دیگه. خدا نگهدار. خدا حافظ.